سرخط خبرها. خبرهای نشر شده در پیوند به شهادت رستم هندوکش دروغ ثابت شد. حامد کرزی: مخالفت با دولت امریکا سبب شد که طالبان را برادر بخوانم. رئیس محیط زیست طالبان در قندهار هنگام برقراری رابطه خارج از ازدواج بازداشت شد. طالبان در ولایت لغمان 6 تن به شمول 2 زن را شلاق زدند. و طالبان دختران معترض دانشکده طب ننگرهار را به مرگ تهدید کردند. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. کرزی: مخالفت با دولت امریکا سبب شد که طالبان را برادر بخوانم. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، گفته است که مخالفتش با دولت امریکا به خاطر جنگ این کشور در افغانستان اساسی ترین چالش بین او و دولت امریکا بود و به همین دلیل طالبان را برادر خوانده است. آقای کرزی در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست که روز سه‌شنبه 6 جدی نشر شده گفته است از لحظه ای که فهمیده جنگ امریکا در افغانستان زیر نام شکست تروریسم در واقع جنگ علی مردم کشور است، نظرش در مورد این جنگ تغییر کرده است. او افزوده است: من در جنگ امریکا علی روستاها و خانه های افغانستان شریک نبودم، در برابر این جنگ استادم و علی آن کار کردم. حامد کرزی در این مصاحبه همچنین خاطر نشان کرده است که او در آخرین صحبتش با یکی از رهبران ارشد طالبان در مورد نیاز به گفتگوهای ملی نیز بحث کرده است. کرزی افزوده است که طالبان با گفتگوی ملی موافقند و او در این مورد خوشبینی است. آقای کرزی همچنان افزوده است که به شدت با تصمیم امریکا برای مسدود کردن دارایی های افغانستان مخالف است. رئیس محیط زیست طالبان در قندهار هنگام برقراری رابطه خارج از ازدواج بازداشت شد. منابع محلی در ولایت قندهار از بازداشت نورالله عادل، رئیس محیط زیست گروه طالبان در این ولایت، هنگام برقراری رابطه خارج از ازدواج خبر می دهند. منابع روز سه‌شنبه 6 جدی در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان نورالله عادل را هنگام برقراری رابطه خارج از ازدواج بازداشت کردند. یک منبع از میان گروه طالبان در قندهار نیز تایید می کند که نورالله عادل به جرم فساد اخلاقی و رشوت ستانی بازداشت شده است. یک منبع محلی می گوید که عادل خسربری محمد یوسف وفا والی طالبان برای قندهار است. دست کم این 30 مورد است که مقام های طالبان بر اساس قوانین خودشان در جریان برقراری رابطه خارج از ازدواج بازداشت می شوند. اما تا اکنون در هیچ یک از این موارد قوانین سختگیرانه طالبان بر اعضای این گروه تطبیق نشده است. طالبان در ولایت لغمان 6 تن به شمول 2 زن را شلاق زدند. مسئولان محلی طالبان در ولایت لغمان گفتند که 6 تن به شمول 2 زن را در محضر عام در شهر مرکز ولایت لغمان به اتهام های مختلف شلاق زدند. مسئولان محلی طالبان در ولایت لغمان روز سه‌شنبه 6 جدی با نشر خبرنامه‌ای گفتند که از میان این 6 تن 2 مرد و 2 زن به اتهام رابطه خارج از ازدواج و دتان به اتهام های دزدی در محضر آن شلاق زده شده این. مشخص نیست که افراد متهم هر کدام چند شلاق خوردن و به رسانه ها نیز اجازه پوشش داده نشده است. در جریان این مجازات مقام های محلی طالبان نیز حضور داشتن. باشندگان لغمان از این عمل طالبان انتقاد کرده و گفتن که طالبان تنها مردم عام را مجازات می کنن و جنگجویان خود که متهم به جرم های مختلفان را مجازات نمی کنند. گفتنی است که 3 روز پیش نیز این گروه در ولایت خوست 9 تن به شمول یک زن را به اتهام های رابطه خارج از ازدواج شلاق زدند. طالبان دختران معترض دانشکده طب ننگرهار را به مرگ تهدید کردند. منابع می گویند که طالبان دختران معترض دانشکده طب دانشگاه ننگرهار را به مرگ تهدید کردند.
یک منبع موثق از ننگرهار روز سه شنبه شش جدی به روزنامه هشت صبح می گوید که طالبان دختران دانشجوی دانشکده طب دانشگاه ننگرهار را هشدار دادند که اگر در برابر فرمان آنها در مورد منع تحصیل دختران برای بار دوم اعتراض کنند کشته خواهند شد. به گفته این منبع روز گذشته زمانی که این دختران دانشجو برای برگزاری دور دوم تظاهرات آمادگی می گرفتند هشدار مرگ دریافت کردند. منابع می افزایند که این دانشجویان به منظور گشایش مجدد دانشگاه ها به طالبان نامه فرستادند. در نامه دانشجویان معترض آمده است که طالبان باید درب مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز کنند. این دانشجویان معترض بدین باورند که تلاش آنها زمینه را برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه های دخترانه فراهم خواهد کرد. آنها گفتند که با استفاده از هر وسیله مشروع به تلاش هایشان ادامه خواهند داد تا طالبان را وادار کنند که زمینه بازگشایی دانشگاه و مکاتب برای همه دختران افغانستان را فراهم کنند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. همچنان عاجل خبرهای نشر شده در پیوان به شهادت رستم هندوکش دروغ ثابت شد. فرمانده قمرالدین از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت در اندراب با این پیام خبر کشته شدن خود را رد کرده و می گوید به مقاومت علیه طالبان ادامه خواهد داد. عملیات ارتش پاکستان علیه تحریک طالبان آغاز شد. گزارش از خبرگزاری اندپندنت فارسی. ارتش پاکستان در واکنش به حمله های اخیر در این کشور عملیات سرکوب تحریک طالبان پاکستان و جدایی طالبان بلوچ را آغاز کرده است. نشریه پاکستانی روز دوشنبه 5 جدی گزارش داد که این عملیات پس از گروگانگیری نیروهای تحریک طالبان پاکستان و چندین حمله دیگر آغاز شده است. مشخص نیست که این چه تعداد نیرو در این عملیات مشارکت دارند و چقدر طول می کشد. دولت پاکستان در سال 2014 عملیات گسترده‌ای برای سرکوب تحریک طالبان پاکستان را اندازی کرد و توانست خطر این جنگجویان را کاهش دهد. اما پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، سطح خشونت‌ها در پاکستان افزایش یافته است. از سوی دیگر، جدایی طالبان بلوچ نیز علیه حکومت مرکزی پاکستان دل به شورش زدند و ادعا دارند که از دسترسی به منافع اقتصادی دور نگه داشته شدند و تبعیض علیه آنان جریان دارند. ولایت بلوچستان پاکستان بزرگترین ولایت این کشور است و با ولایت سیستان و بلوچستان در ایران هم مرز است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر بدرود.